با درود به شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و 30 از ماه دسامبر سال 2013 میلادی. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما وطنان بزرگوار هستم، بودم در این چند سال گذشته و در باب مغالطات صحبت میکردیم. یعنی تم اصلی مغالطات بوده، بقیه داستانها در واقع به منظور بررسی مغالطات. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ بخوانم خدمتتون تا ببینیم چه پیش آید. میفرماید: ای دستو ای دستو آخه گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار. دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن از فیض جام و قصه جمشید کامکار. این داستان جمشید، حافظ دلبستگی شگفتی دارد به میتولوژی ایرانی. دلبستگیش واقعا حیرت انگیزه. همه جا نام جمشید و کاووس و سیاووش و افراسیاب و اینها، و این در اون قرون خیلی دیده نشده. بیشتر میتولوژی اقوام سامی است، عرض کردم، از قرن ششم که جانشین در واقع میتولوژی ایرانی می شود. اما حافظ با اون هوشیاری که خاص اوست همواره از جمشید نام برده. بله، از فیض جام و قصه جمشید کامکار. سرود مجلس جمشید گفتن این بود که جم نخواهد ماند، فرشلشادم رفت. میگه چقدر زیباست که در پیشگاه جمشید سرود بخوانن که جم نخواهد ماند. خیلی 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 بیت زیبایی است. جز نقد جان به دست ندارم شراب کو، کن نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم، یارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. میخور به شعر بنده که زیبی دگر دهد جام مرصع تو بدین در شاهوار. زنجا که پرده پوشی عفو کریم توست، بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار. قلب یعنی سکه تقلبی. بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار، ترسم ترسم که روز هشت انان بر انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار. حافظ حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود، ناچار باده نوش که از دست رفت کار. این هم یک غزل کوتاه. خب امروز بعد از مبالغی سخن در باب، من میخوام امروز از امروز یک خلاصه ای از این 150-200 سال اخیر خدمتون عرضه کنم برای هموطنان جوانی که نمیدانن چه شد. چه شد وضعیت این کشور؟ چرا ما به دام این اهریمنان افتادیم؟ چه حوادثی باعث شد که این ماجرای غم‌انگیز هولناک واقعا پیش بیاید؟ خیلی 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 مختصر در روزگار قدیم برای شما خواهم گفت. و ما بخوایم داستان رو بررسی کنیم، بایستی بگریم به روزگار آقا محمد خان قاجار. چون در روزگار قاجارها، تا اونجا که آقا محمد خان مربوط است، هنوز خبری در جهان بدون وجهی که باید نیست. دوران آقا محمد خان همزمان است با انقلاب صنعتی، با گسترش‌های اجتماعی و سیاسی، اتفاقات شگفت‌انگیز، کشف‌های بزرگ در علوم و اینها سبب پیشرفت اروپا شده بود، در حالی که ایران به قول لورمانتوف، اون شاعر روسی، میگوید در کنار، در واقع کنار دیوارها زیر سایه آفتاب
از نشه قلیان چرت میزدن اینا، این ایرانی ها، در حالی که اروپا پیشرفت‌های بسیار کرده بود. و در زمان فتح علی شاه هست که این کارها معلوم شد، یعنی آقا محمد خانی که لشکر روس‌ها رو شکست میداد و یک سردار دلاوری بود، ضمن نواقص بسیاری که داشت و ضمن عقده‌های بسیاری که داشت و ضمن خونخواری‌ها که داشت، اما می توانست ایران رو محافظت بکند و توانست کشور رو باز بعد از نادرشاه یک پارچه بکند. اینها در واقع داستان‌های تاریخی است. و ما ناگهان می رسیم به روزگار فتح علی شاه قاجار و داستان تحریک آخوندها. و خدمتتون بگم که شکست ایران از روس‌ها، و این شکست ایران از روس‌ها یه چیز وحشتناکی برای ایرانیان بوده، به جهت اینکه ما بیشتر از 600-700 هزار کیلومتر مربع از خاک وطنمون از دست دادیم و یک تکان سختی وارد کرد که چه شد؟ ایران قدیم، ایران بزرگ، ایران صفوی، ایران نادرشاه چگونه از یک لشکر روس شکست خورد و این همه سرزمین های آباد قدیم فرهنگی رو از دست داد؟ چگونه شد؟ و این چگونه شد، خدمت شما عرض کنم که سبب اون شد که سوال ها مطرح شد، سبب اون شد که مردم ما جستجوگر سوال باشند که پس ما چه چیز کم داریم. اینها در واقع نشانه های نخستین مدرنیته است که چگونه موضوع مدرنیته و قانونمندی و حاکمیت مردم و قضیه قانون به جای قدرت پادشاه در اونجا مطرح شده. ما می توانیم با جرأت بگوییم که نخستین روشنفکر ایرانی که در اندیشه تغییر بوده است عباس میرزای ولیعهد بوده. سبا اونجا هستین شما؟ الو آقای سبا، اتاق فرمان، لطفاً یک بریک خیلی کوتاه بگیرید، برگردید، من با بیژن افخمی صحبتی دارم، میریم و برمیگردیم به مدت یک دقیقه. بله، با شما هموطنان گرامی. خب چون تصویر رو نشون دادن معرفی میکنم دوست عزیز قدیم من آقای بیژن افخمی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. بیژن از دوستان قدیم من هستن در دالاس تگزاس، به اتفاق آقای دکتر فاتحی تشریف آوردن برای دیدار. هر موقع ما بیژن رو دیدیم چند سوال داشت از ما، چنان که گویی در جامعه گشته است و سوالای خوب رو پیدا کرده و عرض میکنم که این سوالا رو دائم مطرح کرده. من فرصت رو غنیمت دیدم که امروز ازشون دعوت بکنم تا باشن. بعد از اینکه صحبت من در باب اون چی میگویم مقدمات تمام شد، برمیگردیم و با بیژن گرامی صحبت میکنیم. خیلی ممنونم سبا جان، متشکرم. بله، خدمت شما عرض میکردم که ما شاید نخستین کسی که بیژن جا فقط بله نخستین کسی که ما می توانیم بگوییم روشنفکر نخستین از روشنفکران نخستین بود در اندیشه تغییر، عباس میرزای ولیعهد بوده. عباس میرزا در واقع از فرزندان فتح علی شاه خدا می داند چند پسر و عرض می کنم که نوه و اینها داشت که اینا هم با هم حسادت می ورزیدند و بماند. عباس میرزا تنها شخصیت بزرگ و نامبردار روزگار قاجاری است که حقیقتاً همه صفات دلاوری رو داشت و چنانچه کمکی به او شده بود احتمالاً این شکست مفتزهانه به ایران تحمیل نمی‌شد. بگذاریم، دوران فتح علی شاه خبری نیست از روشن فکری و اینها، جز یک اقدامات مختصری که عباس میرزای ولیعهد کرد. بیچاره عباس میرزا برگشت از سفر جنگی و عمری نکرد و فوت شد و بعد ما محمد شاه قاجار رو داریم که باز در اونجا هم یه کارهای خیلی خیلی ابتدایی انجام شد و کار مهمی به بچی که در واقع تأثیر گذار باشد نبود.
اما رفته رفته روشنفکران ایرانی که متوجه بی‌عرضگی تشکیلات قاجار، عقب موندگی ایران شده بودن، اینا سفرها میکردن. در واقع این راه آهنی که کشیده بودن از در واقع عراق کشیده بودن ترکا اگر اشتباه نکنم به استانبول، این یک وسیله شده بود که بتوانن ایرانیان مسافرت بکنن. بیشتر در واقع روشنفکران میرفتن به ترکیه. ترکیه در اون روزگار جای آبادی بود و ایرانیان که اونجا میرفتن در واقع یک فضایی میافتن که در ایران نمیافتن. آدم های بزرگی مثل میرزا حبیب اصفهانی، مثل سید جمال از اسدآبادی، مثل شیخ احمد روحی، مثل کرمانی، مثل خبیرالملک، اینها میرفتن در اونجا و روزنامه ها منتشر میکردن و اونجا برخورد شرق و غرب بود. در واقع برخورد عقب ماندگی ایران زمین بود و مشرق با ترقی های اروپا. این است که اگر میبینیم ترکیه امروز گام ها از ایران جلو هست، به واسطه این است که تحت تأثیر اروپاست و روشنفکران ترک در اروپا تعلیم میدیدن، آشنا بودن با وضعیت جدید، با فلسفه جدید، با روزنامه‌نگاری، با ترقی و تجدد. و درست است که ما آتاتورک رو میشناسیم، اما یک آتاتورک به تنهایی که کاری انجام نمیتونه، یک گاندی که به تنهایی کاری انجام بایستی گاندی ها باشند، آتاتورک ها باشند تا بتوانن سرنوشت یک کشوری رو تغییر دهن. ایرانی هم اونجا یاد میگرفتن در واقع در ترکیه. و نخستین نشانه های روشنفکری رو ما در اونجا میبینیم. ما یه آسید جمال اسدآبادی داریم که عرض کنم که خب علی ظاهر مرد دین بود، اما این دینی بودنش در واقع چتری بر روشنفکری اون بود. اون در راستای بیداری مسلمین میکوشید برای رهایی از استعمار. آدم دینی آخوند نبود، کما این که میگفتن نه نماز میخوند و نه روزه میگرفت، اما وسیلهی کرده بود این داستان دین رو برای بیداری مسلمانان. ملکم خان رو داریم که ملکم میگوین، که این مرد هوشیار ارمنی بود، در حوزه پاریس درس خونده بود و به ایران برگشته بود با اندیشه های تازه از لحاظ در واقع دموکراسی، آزادی کشور، بانکداری و کارهای شگفت‌انگیز هم انجام میداد. اون چی یاد گرفته بود و خیلی نظر شاهزادگان قاجاری رو جلب کرده بود و در راستای باز کردن فراموشخانه هم که در واقع فراماسونری بود کوشید، اما موفق نشد. بر روی هم کوشش‌های او متاسفانه ناکام ماند. و شیخ احمد روحی رو داریم، رضاخان کرمانی داریم، ما مراغی رو داریم، بسیار بسیار روشنفکران ایرانی داریم از حوزه آذربایجان. به جهتی آذربایجان همسایگی داشت با ترکیه و رفت آمد ها آسان بود. یه مرد بزرگ مثل احمد کسروی رو داریم و بالجمله اندیشه های بزرگانی مثل ولتر و مونتسکیو و دیگر کسانی که سبب تغییرات در اروپا شده بودند، در ایران هم رایج شد و موضوع قانونمندی در مملکت. در اون روزگار شاه قاجار دولت یه چیز کوچکی بود، یک شاهی بود نشسته بود در یک کاخی، بارها عرض کردم، یک تعدادی هم محافظ داشت. هرگز قوت پادشاه به اندازه قوت مردم نبود. یعنی فرض فرمایید که وقتی هم که قرار بود که یک جنگی آغاز بشه، بایستی مردم کمک به دولت میکرد. اینطور نبود که خزانه دولت پر از اسلحه باشه و پر از آدم کش باشه و پر از چاقوکش باشه و مردم خل اصلاح باشن و دارای هیچ گونه حزبی نباشن و دارای هیچ گونه تشکلی نباشن. مملکت ما همواره دارای بزرگان بوده. این بزرگان در واقع مدیران سحاری و دشت‌های ایران، نگهدارندگان مرزهای ایران زمین بودند.
و هیچ شباهتی به فئودالیسم اروپا نداشتن. کسانی که از دید چپ قضایا رو تحلیل میکنن دچار اشتباه شدن. هرگز و به هیچ وجه در واقع اون رابطه مالک و رعیت در ایران شباهتی نداشته است با فرض کنید که اون چه در اروپا میگذشت. من یک روز در واقع یک نوشته درخشانی دارد آقای عبدالله مصطفی که این قضیه رو کاملا روشن میکنه و این اشتباه رو تصحیح میکنه که اون رابطه چه رابطه‌ای بود، اون چه استثمار وحشتناکی بود، در حالی که مالکان ایران و رعایای ایران اون مناسبات استثماری رو نداشتن. اینا مانند شرکا بودن، غالبا حامیان رعایا بودن. بنابراین در دشت های ایران شما بگیرید از قوانین درشوری در شیراز بگیرید و قشقایی بگیرید تا قوانین شاهزبن و خراسان، اینها کسانی بودند که مدیران احزاب طبیعی مملکت ما بودند و هرگاه مملکت ما نیازمند کمک بود و نیازمند دفاع بود مردم به حرف اونها گوش میدادند، میشد مردم رو تهییج کرد. متاسفانه سیاست های استعماری طوری شد که ما هیچ کسی در ایران امروز نداریم و قرار بر این بود که اروپای فئودال یک شبه که تبدیل نشد به جوامع دموکراتیک و رجال سیاسی درس آموخته از دانشگاه ها. قرار بود که این جامعه ای که به اون وضعیت بود خدمت شما عرض کردم یک فرایند جدیدی به وجود بیاید به نام فرایند مدرنیته و رجال سیاسی که کشور ما را اداره خواهند کرد در آینده در روزگار مشروطه آدم های تحصیل کرده و مجربی هستند که از فرایند انتخابات آمدند به مجلس، سالها تجربه آموختند و از این گروه لیدرها و رهبرهای آینده مملکت ما را اداره بکنند، همچنان که ترکیه و هندوستان. اما این مطلب رو من بارها گفتم، یه چیزی بوده است که در واقع سالهاست من مطرح کردم، این که ما اون اولی رو از میان برداشتیم در واقع با یه کارهایی که در واقع تحمیل CIA بود مثل اصلاحات ارضی و اینها، اون دومی رو هم به دست نیاوردیم. یعنی اگر در مقطع مشروطه ما ده ها سیاست مدار بزرگ داریم مثل مشیر الدوله، مثل مصطفی الممالک، مثل مرحوم تقی‌زاده، مثل مرحوم دکتر مصدق که قرار بود نسلهای بعد کشور رو رهبری بکنند و ما رو از اون سیاهچال عقب‌ماندگی به جلو ببرند، چون یک جامعه در ذهن روشنفکرانش و پیشروانش فکر میکنه. اونا رو هم از بین بردن. یک خلایی که در کمتر کشوری در روزگار جدید ما میتوانیم پیدا بکنیم، نه کشور امروز افغانستان دارای رهبران هست، در همین دشتای افغانستان خوانین هستن. حالا اگه افغانستان بتواند این سیستم قدیمی رو آرام آرام به سیستم مدرن تبدیل بکند، درود بر اونها. اما هنوز هستن. در ایران ما این نهاد ملی، این بنیادهای ملی که همین بزرگان مملکت بودن، بزرگان کردستان بگیرید تا سیستان و بلوچستان، اینها رو ذلیل کردن و بیچاره کردن و فراری دادن، املاکشون رو گرفتن. از اون سو مجلس هم درش رو بستن، از اون سو سیاستمداران بزرگ رو هم از میان برداشتن، کاملا صحنه رو آماده کردن برای این انقلاب پربرکت. از این فرد باید ما یک موسیقی بشنیم با انتخاب سبا و برگردیم ببینیم که چه میکنیم تو چند دقیقه دیگر. دوستان گرامی، این بحثی که من آغاز کردم خیلی بحث مفصل و طولانی است. ما اینجا کتاب ها خواهیم آورد و در واقع تاریخ این انقلاب رو از روزگار پیش از انقلاب که چه زمینه هایی بود و چه حوادثی
پیش آمد که سرانجام منجر شد به این انقلاب پربرکت اسلام. اما چون امروز بیژن مهمان ما هست و سخن برای گفتن بسیار دارد، من این موضوع رو در واقع میگذاریم برای زمانی دیگر. اجازه بدید که دوست عزیزم رو به شما معرفی کنم. بیژن افخمی دارای تخصص‌های ویژه‌ای است. لیدرشپ ترینینگ یعنی اینکه یک روزگاری بوده است که دوست عزیز من بیژن مثلا کمپانی IBM می‌خواست 500 نفر رو برای مدیریت آینده برای کمپانی انتخاب بکند. بیژن به اونا درس میده، درست میگم؟ بله بله. موتیویت میکردین؟ چیکار میکردین؟ اصول رهبری، منیجمنت و اصول رهبری و منیجمنت، افکتیونس، پرسونال افکتیونس. بله. و اگزیکیتیو کوچینگ. بله، اگزیکیتیو کوچینگ من با یه تعداد زیادی از سی او ها و پرزیدنت های کمپانی ها کار میکردم و کمکشون میکردم که به اصطلاح افکتیو تر باشن، برای موثرتر باشن. بله، معذرت میخوام، من این کلمات همه رو به انگلیسی همیشه بکنم. اشکال نداره، من فارسیش میکنم براتون. و تیم ورک، یعنی حاصل اینها در واقع تیم ورک یک المان، یه عنصر خیلی خیلی مهم در مدیریت نیست اینطور؟ 100%. برای اینکه ممکنه ما یه تعدادی تو تیممون داشته باشیم که هر کدوم به تنهایی خیلی کارایی زیادی داشته باشن، ولی اگه با هم نتونن خوب کار کنن و بهترین همدیگه رو بیرون بیارن، نمیتونن هیچ وقت تیم خوبی باشن. یعنی اگه نتوانن بهترین استعدادهای یکدیگر رو بله. در واقع بتوانن عرضه بکنن، بیرون بکشن. کشورهایی هم که ویژن بوده، در آمریکا بوده، فیلیپین بوده، در بلغارستان اینجا یا بلژیک، بله، و انگلیس بوده، فرانسه بوده، مالزیا بوده، خیلی جاها بودین. بله، من مرد جهان دیده اینتر... به خاطر کارم من خب اساینمنت های مختلف میگرفتم و مسافرت میکردم به کشورهای مختلف که بتونم کمک کنم این شرکت هایی که تو اینترنشنال هستن. بله بله. بعد بله. شرکت های IBM، موتورولا، دول، سامس، دل این بله. همون دل معروف کامپیوتر سلام. بله بله. و سامسونگ و یکی چیه قربان؟ بله. شرکت‌های بسیار خوب. بله. بسیار خوب. خیلی خیلی خوشحالم که شما اینجا هستین. شما هر موقع که ما برخورد کردین تعدادی سوال ها داشتید. من میخوام شما به عنوان یه نماینده ای از بخشی از بینندگان سرزمین جاوید کلی جامعه همون مطالب اینجا مطرح بفرمایید تا ما تا باهاش صحبت کنیم. خیلی خیلی متشکرم. اولا میدونی شما بفرمایید اگر نوشته هست، اگر که اولا که درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه سرزمین جاوید و با تشکر از استاد که شما این فرصت رو به من دادن. من یقین دارم که تمام کسانی که دلشون برای ایران میسوزه و علاقه دارن به ایران، دل پردری دارن از وضع موجود. برای اینکه ایران یک کشوری بوده که چند هزار سال سابقه تمدن داشته، اولین منشور حقوق بشر رو داشته، ولی امروزه میبینیم که ایران یکی از بدترین کشورهای جهان شده. یعنی شهروندای خود ایران زیر این حکومت امامداران، اهریمنان امامدار، بله، برای شهروندان یک جهنم امنیتی درست کرده در داخل کشور و یک آمارگیری هم شده بوده و مردم، نظر تمام مردم جهان، بدترین کشور که به نظرشون می اومده ایران بوده. بله، آلمان اول بود، ایران آخر. بله بله. و واقعا من فکر میکنم ما به قول امریکا we deserve better، ما میتونیم در یه موقعیت خیلی بهتری باشیم. و من فکر میکنم نسل‌های آینده به این فصل تاریخ ما نگاه میکنن و میپرسن که چی شد، چرا این کشوری که چنین سابقه ای داشته، چنین تمدنی داشته، چی شد که در این فصل تاریخ، در زمان نسل ما، به این روز افتاده؟
چرا نسل ما این اجازه رو داده که چنین بلایی سرش بیاد؟ و سالهای سال من در ناامیدی راستش، در ناامیدی فکر میکردم که ریشه مشکلات ما چیه، چه کار میشه کرد، و صمیمانه بگم خیلی ناامید بودم. ولی یک نوری در تاریکی برای من پیدا شد و اون نور برای من برنامه های سرزمین جاوید بود. یعنی وقتی که من به برنامه های سرزمین جاوید شروع کردم گوش بدم، حدود 8 سال پیش بود و من به جرئت میتونم بگم که تمام برنامه های سرزمین جاوید رو در این 8 سال من گوش کردم. البته چون خیلی مسافرت میکنم و نمیتونم برنامه ها رو به صورت زنده ببینم، من با استفاده از آیفونم این برنامه ها رو گوش میکنم. ولی مهمترین چیز برای من این بود که هویت من رو به عنوان یه ایرانی برای من یادآوری کرد. من فهمیدم که چه فرهنگ اصیلی داریم و چقدر فضیلت‌های زیاد در فرهنگ ایرانی هست. با تاریخ کشورم آشنا شدم، مشکلات جامعه رو بهتر فهمیدم. بعد از مدت‌ها که از ایرانی بودن احساس حقارت می‌کردم، برای اولین بار احساس سربلندی کردم، احساس افتخار کردم و فهمیدم که راه نجات ایران حاکمیت ملی، دموکراسی و سکولاریزمه و باید ما دست به دست هم بدیم و با هم قدم برداریم، حتی قدم های کوچیک هم اگه شده، که بتونیم این شرایط رو یه بهبودی بدیم. من ایمان دارم که برنامه های سرزمین جاوید کسایی رو جذب میکنه، کسایی رو علاقمند میکنه که واقعا دلشون برای ایران میسوزه و خردمندان جامعه هستن. من میدونم که در تمام نقاط دنیا، چه در خارج ایران چه در خود ایران، خیلی ها هستن که برنامه ها رو با علاقه گوش میدن. و برای من جالبه که سرزمین جاوید با حد اقل امکانات تونسته بیشترین اثر مثبت رو بذاره در روشنگری، در حقیقت جویی برای تمام مردم ایران، ریشه‌کنی خرافات، ریشه‌یابی مشکلات. واقعا اینا همه اثرات مثبتیه که من میبینم. من دوستی داشتم که از ایران تازه اومده بود و میگفت مردم تو ایران برنامه های سرزمین جاوید رو ضبط میکنن که بعدا با دوستانشون بشینن نگاه کنن، و این برنامه ها اثر بسیار خوبی داشته. استاد مشیری با یک زبان شیرین، بدون هیچ مصلحت اندیشی، بدون هیچ رتوشی، بدون هیچ ترسی، با شهامت، صراحت این مسائل رو برای ما حلاجی میکنه و باعث میشه که آتیش ایران دوستی دوباره در قلب ما شعله ورتر بشه. من امروز سعادتیه که خدمت شما هستم. سعادت من عزیزم. و امیدوارم، دو تا هدف دارم من امروز. بفرمایید. یکی این که همین سوالی که شما فرمودید، من همیشه چند تا سوال تو ذهنم بودی که همیشه با شما مطرح کردم که خب چه کار باید بکنیم، ما مسئولیت ما چیه، ما که شما دوستداران شما هستیم، علاقه داریم به شما و صحبتاتون صحبتای درست میدونیم و راهی که شما ارائه میدید راهیه که به نظر ما راهی درستیه، یعنی مشکل اساسی کشورمون حل میکنه، حاکمیت ملی، بله، قانونمندی، بله، عدالت، دموکراسی، سکولاریزم. این هدف اول منه. هدف دومم اینه که من یه تقاضا دارم از بینندگان عزیز، از آزادی خواهانی که به برنامه های آقای مشیری علاقه دارن و حرف آقای مشیری به دلشون میشینه، برای اینکه چنین افکاری در اعماق ذهن خودشون هم هست، برای اینکه سعادت ایران میخوان. من میخوام از شما خواهش کنم که همه دست به دست هم بدیم، فعالانه یه گامهای کوچیکی با هم برداریم، تیممون رو یه خورده منسجم تر بکنیم. از شما میخوام که در پایان برنامه به صفحه فیسبوک آقای مشیری، بهرام مشیری برید، مطمئن بشید اون صفحه اصلی
و اون صفحه رو لایک کنین، برنامه های آقای مشیری رو تو صفحه خودتون پست کنین، از دوستانتون بخواین، خواهش کنین، تشویقشون کنین که برنامه ها رو نگاه کنن، که یواش یواش این افکار بیشتر توسعه پیدا کنه، صدای آقای مشیری رساتر بشه. این نسخه ای که آقای مشیری دارن میدن علاج درد ماست، مرهم درد ماست، ولی وقت این شده که ما هم بپیوندیم. آقای مشیری بارها در صحبتاشون گفتن که من اپوزیسیون یک نفره هستم، درسته؟ داره. شما اپوزیسیون یک نفره هستین، ولی من مطمئنم که میلیون ها نفر، چه در ایران چه در خارج از ایران، اینو میبینن که راهی که شما دارین ارائه میدین راه درسته و حاضرن پشت سر شما، شونه به شونه شما قدم بردارن و کمک کنن که از این وضع نجات پیدا کنیم. بسیار بسیار صحبت خوبی کردی بیژن جان، خیلی ممنونم از شما، خیلی خیلی لطف دارین. عرض کنم که همیشه سوالاتی از من میکنم که ما با هم هستیم در تگزاس و جای دیگه، مرتب شما با یه تعداد سوال، من فکر میکنم که این سوال شما سوال بسیار از هموطنان هست. راجع به فیسبوک بیژن اشاره کرد، چند صفحه هست به نام بهرام مشیری که من هیچ اطلاع ندارم، اما اون چه به ما مربوط هست برنامه سرزمین جاوید هست که اگر گوگل بزنید بهرام مشیری یه صفحه باز میشه، یک شعری از من هست که برای دوستم استاد خویی گفتم، اونجا میگه در واقع فیسبوک کلیک کنین اون مربوط به ماست، بقیهش دیگه من اطلاع ندارم چه کسانی هستن. من اگه از طریق از توی خود فیسبوک باشین و سرچ کنین بهرام مشیری، چند تا صفحه میاد که دوستان دیگه تون اینا رو صفحه رو گذاشتن، ولی اون صفحه اصلی اونی که شما میگین که الان مثل که 94,000 نفر، بله تقریبا 94,000 نفر، و من امیدوارم که دوستان بیشتری به ما بپیوندن امروز و حداقل فیسبوک یک وسیله باشه که ما با هم رابطه بیشتری برقرار کنیم و یواش یواش تیممون رو منسجم تر کنیم. خیلی خیلی از تو سپاسگزارم عزیزم. اگه سوال خاصی داری بفرمایید راجع به صحبت کنیم. من ازتون میخوام اول از همه برای ممکن دوستایی باشن که برای اولین بار به ما ملحق شده باشن و ندونن، لطف کنید اول یه تاریخچه کوتاه راجع به سرزمین جاوید و اهداف سرزمین جاوید برامون بدید. خدمت شما بگم که پیش از این هم یه توضیح کوچیکی دادم، در واقع این آمدن من به تلویزیون و رادیو اینا همه اتفاقی بوده، یعنی شما من فکر نمی‌کردم که یه روزی من در تلویزیون بشینم رادیو صحبت کنم، تا اینکه بالاخره دوستی از ما دعوت کرد در یک رادیویی در باب تاریخ موسیقی صحبت کنیم و بعد دوست دیگری ما رو دعوت کرد به یک برنامه تلویزیونی و بعد صاحب اونجا در NITV بود در واقع، از من خواست که بیام و یک برنامه در اونجا داشته باشیم. حدود یک 4 هفته‌ای من فکر میکردم که خب حالا ما محتوای این سخن چه خواهد بود و ما چه نامی بر این برگزینیم. بعد از تعداد زیادی نامه‌ها که من نوشته بودم فکر کردم این سرزمین جاوید در واقع اسم مناسبی است. این است که اسمش رو گذاشتیم سرزمین جاوید، الان از سال 2000 تا به امروز. و من فکر کردم که از روزی که وارد اروپا شدم و آمریکا آمدم نگاه کردم به اطراف اکناف، دیدم که ما مشکل فرهنگی داریم بیشن، یعنی پیش از اون که ما مشکل سیاسی داشته باشیم مشکل فرهنگی داریم، ما کاستی های فرهنگی داریم، دانش سیاسی ما بسیار کم هست، اطلاعات ما نسبت به گذشته ایران بسیار کم هست، شناخت ما از وطن اندک هست، شناخت ما از این 120 سال گذشته مدرنیتی خیلی کم هست، بنابراین با دانش اندک نسبت به وطنی که میخوای براش کار بکنی
نسبت به قضایایی که مربوط به آزادی و عدالت هست و حیثیت و شرافت انسان هست وقتی اطلاعات شما کم هست، بنابراین با بی اطلاعی مثل که در تاریکی گام برداشتن هست. حاصل آن می شود که جامعه اونقدر بی سواد شده بود که روشن فکران عکس آقای خمینی در کره ماه می دن. شما به من یک جامعه بیابانی هم نمی توانید نشان بدهید که بگوین عکس این آخوند رو ما در کره ماه دیدیم. این نبود جز بی سوادی سیاسی، نبودن روزنامه ها، نبودن ذهنیت انتقادی، یعنی ذهنیت انتقادی بوده ولی اجازه ظهور نداشته. شما توی مملکت آمریکا یا اروپا ناقدین سینما دارین، ناقدین نمیدونم فیلم دارید، نمیدونم نقاشی، نمیدونم مجسمه سازی، هر پدیده نقد میشه، بررسی میشه. تا پدیده نقد و بررسی نشه وجوه ضعف و قدرتش معلوم نمیشه. دقیقا. بنابراین در یک کشور باستانی که دارای دولته، وقتی که هیچ کس اجازه هیچ گونه اظهار نظری در باب هیچ یک از افراد اون جامعه نداره، مردم هم تعدادی تماشایان ببخشید بی سواد بی اطلاع بار میان که وقتی که خشم و خروششون در درون از وضعیت موجود به منتهای درجه رسید، اونقدر راه اغراق طی میکنن که میگوین ما عکس این آقا رو در کره ما دیدیم و موی سرش رو در و به چه سادگی فریب خوردیم، ما به چه سادگی فریب خوردیم. ببینید مردم ایران جستجوگر اسلام که نبودن که عزیزم، این اسلام عزیز، این اسلام مبارک، این اسلام جامع کامل، هزار و اندیس در ایران هست. سبا جان ما امروز یک ساعت و نیم وقت داریم، این سانه پایان چی بود؟ برای خبر. کدوم خبر؟ خلاصه خبر بین برنامه؟ باری این رو عرض میکردم، مردم جستجوگر اسلام که نبودن، یک کاستی های در جامعه بود، مردم جستجوگر اونها بودن. در واقع مردم ما از صحنه سیاست بیرون بودن، احزاب سیاسی منحل شده بودن، روزنامه ها وجود نداشتن، در واقع یک سیستم استبدادی بود، ضمنی که بسیاری از آزادی های فردی و شخصی بود، ولی اونچه می شایست نبود در کشور ما. در واقع شایسته سالاری البته نبود، مطبوعات نبود، قلم آزاد نبود، بیان آزاد نبود و خیلی چیزهای دیگه. این است که برای این داستانها بود ناگهان با یک مغالطه یک آخوند عصبانی خشمگینی با یک ذهنیت هولناک و تنها کسی که پیرو داشت و حزب داشت آمد و مردم ما رو بدین راه برد، در حالی که ما میدونیم نه درد مردم ایران اسلام بود، نه دردش روزه بود، نه دردش نماز بود. از بس مردم ما بدون آموزش سیاسی، چون سیاسی اون داستان سیاست و علم سیاست این چیز مادرزاد که نیست، انسان در فرایند زندگی سیاسیش سیاسی میشه و به درجات بالا میرسه. ما نمیتوانیم در از دانشگاه سیاستمدار فارغ التحصیل کنیم، کما اینکه نمیتوانیم شاعر هم تولید کنیم. آقا ما یک کلاس داریم شاعر تولید میکنه، آقا هم چیزی میسر نیست. سیاستمدار هم رجل سیاسی هم در فرایند و در فرایند کارهای سیاسی است که لیاقتهای سیاسیش رو در موضوع رهبری نشان میده، نگاهش رو به جهان چگونه نشان میده، نگاهش رو به انسان، به وضعیت حقوق زنان مثلا عرض میکنم، یا به وضعیت نمیدونم ارتباط مملکت با کشورهای خارجی. رفته رفته ما در میابیم که یک رجل بزرگی داریم به نام مثلا احمد قوام سلطنه. مثلا این در کوران کارهای سیاسی معلوم میشه، این درها همه به روی مردم بسته شده بود. این است که ما یک مش مردم خشمین عصبانی داشتیم در زمان انقلاب که
عمدتاً به وضعیت ایران و اون چه نیاز جامعه از آشنا نبودن. بسیار بسیار گروه خشمگینی داشتیم، چریک بودن. بقیه مردم هم آموزش سیاسی متاسفانه 20 چند سال ندیده بودن. یک دوره‌ای بود، دوره عرض میکنم که من بهش میگم دوره شکوهمند گسترش بیسوادی. حالا شما بفرمایید. این است که ببخشید، این است که من فکر کردم ما نیاز، یعنی کار سیاسی نیازمند دانش فرهنگی از اون جامعه است و سابقش و شناخت مردم. بله. شناخت مردم. شما اگر نگاه کنید به سابقه این، مثلا فرض فرمایید که کمپانی‌های استعماری انگلیس، بله، هند شرقی، بزرگترین دانشمندان هند شناس و ایران شناس برای این کمپانی کار میکردن. برای چی؟ آثارش بسیار گرانقدره. برای اینکه اگر این بخواد این کشور استعمارش رو در اونجا ادامه بدهد، به شناخت مردم عمیقاً اون کمپانی دقیقاً آشنا باشه. بنابراین دانشمندان زبانشناس، دینشناس، جامعه شناس، اینها که به این کمپانی در واقع اینها مشاوره کنند که برای نگهداشت این سرزمین ما چه کارهایی باید بکنیم. شما بفرمایید. بنابراین فرهنگ کلید کار سیاست است. بدون فرهنگ و بدون دانش فرهنگی و بدون اشراف بر سوابق سیاسی مملکت نمیشد کار سیاسی کرد. بفرمایید. خب استاد، شما در الان 14 سال 15 سال در این راه و برنامه هاتون بیشتر فرهنگی سیاسی بوده، یعنی یک پایه یه پی رخته شده. بله. با توجه به وضع موجود و مسائلی که هست، چه در داخل ایران، چه خطر جنگ در از خارج ایران و به مسیری که داره به کشور پیش میره، آیا وقتش نیست که رنگ سیاسی این برنامه رو بیشتر کنید و بیشتر سیاسی فرهنگی باشه؟ بسیار خوب، ممنونم عزیزم. سبا جان اگه کاری دارید با تلویزیون یه بریک پس بگیرین، کارتون انجام بدیم و برمیگردیم در خدمت بیژن افخمی با هم صحبت میکنیم. یاد ما چه کار میتونیم بکنیم به نظر شما؟ ما منظورتون دوستداران برنامه سرزمین جاوید. خب این یک سوال خیلی 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 مبهمی است. اولی که ما نمیدانیم چگونه شرایطی پیش خواهد آمد، دومی که نمیدانیم آیا پیش خواهد آمد، چیز مشابه پیش خواهد آمد. اما اونچه مسلم است آن است که روزی خواهد رسید که مردم ما بایستی تصمیم بگیرن. من در این هیچ شکی ندارم که یک روز تصمیم گیری یک روزی خواهد رسید. حالا به چه وجه بنده نمیدانم، اما این امکان رو هم نمیبینم که حالا اینها با این وضعیت که واقعا مردم مملکت ما بیزار هستن از اینها. و شما ببینید داستان به چه وجهیست که این سرقتی که از ملت ایران کردن در ترکیه بحران ایجاد کرده و ثروت از ایران رفته و مردم ما خاموش هستن. بنابراین کاملا غیر قابل پیش بینی است که چه خواهد شد. واقعا این صبر تا کی خواهد بود؟ این است که قابل پیش بینی نیست. چرا؟ ولی باز برمیگردیم به همون داستان نخستین که ما از اون اصولی که در واقع آرزوی ملت ما بوده از ابتدا، یعنی حاکمیت ملی و دموکراسی، از این اصول عقب نشینی نکنی. و درست فرمودید، مردم ما از این جمهوری بیزار هستن، مردم ما متنفرن و وقتی قیاس میکنن در با دولت‌های گذشته، هرگز در مملکت ما دولت اینچنین فاسد، اینچنین قاتل، اینچنین دروغگو و اینچنین در واقع پرتزویر و این چنین دشمن ملت ما سراغ نداریم واقعا. بنابراین ماندگاریش رو من نمیبینم که تو مدت زیادی باشه. خب دلیل ماندگاریش تا الان چی بوده با وجود چنین خود شما فرمودین مشت آهنی و یعنی شما به قول یکی از سیاستمداران گفته است که اینها تهران رو با 800 هزار 700 هزار سپاهی تسخیر کردن، یعنی سر هر چهار را. حالا یک رژیم هایی بودن که از حزب وحشت دارن. خب رژیم های استبدادی از حزب وحشت دارن. اینا به قدری از مردم وحشت دارن که بعد بر سر هر چهار را چاقوکشان بسیجی، غیر بسیجی، اطلاعاتی، پاسدار،
همه گذاشتن از ترس اینکه مبادا مردم تجمع، از تجمع وحشت دارن، از بخواست پردن رجال سیاسی وحشت دارن. باید بفرمایید. مثل که دارن زمینشون میدن به بقای. بله. در صورت من واقعا افتخار میکنم که مخلص شما عزیزم میتونیم در کنار شما باشیم. امیدواریم که ما هم بتونیم شانه به شانه شما پیش بریم و یه قدمایی برداریم که بتونیم تیممون رو منسجمتر کنیم و بتونیم با هم برای بهبودی بعد یه تلاشی بکنیم. من خیلی ممنونم از تو بیژن عزیزم که تشریف آوردین. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر فاتحی که اومدین دیدار کردین و خیلی ممنونم که اومدین. و این سوالاتی که سالها بود مرتب مطرح می‌کردین، من همیشه فکر می‌کردم خب سوالاتی که شما می‌کنین ممکنه سوالات دیگران هم باشه. خیلی با بلاغت تمام بیان کردیم. من از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. من توصیه می‌کنم که بچه‌ها بیشتر سر بزنن به برنامه بهرام مشیری، چون وبسایت منظور بله وبسایت بنده، اونجا در وبسایت اون پایینش یک شعری هست و بعد نوشته است فیسبوک، اون فیسبوک منه، میتونن برن به مزی که لایک بزنن به یک مطلبی عضو شدن. من دوست دارم یک روزی که تعداد این اعضا خیلی بیشتر از این 190 چند هزار نفر باشه، بسیار بسیار بیشتر باشه. این است که سر بزنن و در واقع با همون زدن لایک عضو در واقع این سایت باشن، این فیسبوک. و من خواهشی که دارم از ایرانیان بیدار میخوام خواهش کنم که تلاش بیشتری کنن که دیگران هم بیدار کنن. ما نسل ما نسلی بوده که در زمان زندگی ما این انقلاب که با هزار امید و شوق شروع شد چنان به بیراهه بره، و وظیفه ماست، مسئولیت ماست که یک تلاشی بکنیم که این رو به راه درست برگردونیم. و این امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه همه ایرانیان بیدار و آزادی خواه دست به دست هم بدن و تلاش کنن و این کار انجام بشه. خواهش میکنم نه تنها عضو بشید و در فیسبوک پیج آقای بهرام مشیری دوستان رو تشویق کنید که اونا هم عضو بشن، برنامه ها رو پست بکنید در صفحه خودتون و از دوستانتون بخواید برنامه ها رو نگاه کنن. هرچی ما بیشتر تلاش کنیم ایرانیان بیشتری بیدار خواهند شد و تیم ما قوی تر خواهد شد. ممنونم از تو عزیزم، بسیار بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردین. از شما هموطنان گرامی که توجه کردین سپاسگزارم. ممنونم سبا جان، خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از تو ممنونم دوست عزیزم ویژن گرامی که آمدی و سوال رو مطرح کردی. اون بیت حافظ من یادم آمد، سرود مجلس جمشید گفتن این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. تجسم کنید که جم، که خود جمشید باشه نشسته، مطربان آواز بکنن که باده بیاریم که جم هم نخواهد ماند. این یک نوع آزادگی رو به جم نسبت میده که فوق‌العاده است. یعنی تو هم میرا هستی، تو هم انسان هستی و میرا هستی. خیلی خیلی مضمون زیبایی در حافظ. سرود مجلس جمشید گفتن این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. از جورای گرامی دوست عزیزم که همیشه من همراهی میکنه اینجا و به صحبت ها شما سپاسگزارم. یک بار دیگه از تو ممنونم. از سبا در اتاق فرمان و شما هموطنان گرامی، اگر هموطنان هستن که خیلی مایل هستن در این برنامه شرکت کنن و با هم صحبت کنیم و سوالاتی دارن که در واقع جواب داده نشده، من در خدمتتون هستم. حالا یا از طریق تلفن یا میتونید تشریف بیارید و با هم صحبت کنید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.